موضوعی که جلسه من تمایل دارم در موردش صحبت کنم در مورد سیستماتیک تیره شب‌پو در ایران. علت اینکه این موضوع رو انتخاب کردم بیشتر به این خاطر است که در مقالات جدید من همین می‌بینم از اطلاعات قدیمی که مربوط به فلور ایرانیکا یا منابع قدیمی‌تر هست استفاده میشه و صلاح دونستم اگه بشه یه مرور کلی از اتفاقاتی که از این تیره در ایران براش افتاده، چه تعداد گونه داره، چه تعداد جنس داره صحبت کنم. اما پیش از اینکه به خود این تیره در ایران بپردازیم اجازه میخوام که یه مقدمه‌ای در مورد خود تیره داشته باشیم که این تیره چی هست و چه ویژگی‌هایی داره. تیره شب تقریبا در همه شناخته شده است از لحاظ اقتصادی یکی از تیره‌های مهم. جنس‌هایی مثل تروب، مثل کلم در این تیره وجود داره. جنس‌های زینتی داره که خب در خیلی از جاها کاشته میشه، مثل پریزیموم چیری، مثل آلیسوم‌های مختلف یا هلیوفیلوم همینطور کشت میشه. از لحاظ تاکسونومی اعضای این تیره به راحتی با داشتن پرچم‌های تترادینا و جام گل صلیبی قابل تشخیص هستند و شاید میشه گفت یکی از راحت‌ترین ویژگی‌ها برای شناسایی اعضای این تیره هستش. تیره براسیکاسه مرکز اندمیسمش بر اساس مطالعاتی که انجام شده کشور ترکیه است و بعد از اون ایران در مراحل بعدی قرار داره نسبت به تعداد گونه‌هایی که دار. اما اون چیزی که تیره شب‌پو رو یه مقدار جذاب کرده و خیلی ها بهش پرداختن تنوع شکل و اندازه میوه است. همینطور که در این اسلاید مشاهده میکنید میبینید که میوه های با اندازه بزرگ یا کوچک شکل های متفاوت داره. این تنوع زیاد شکل میوه باعث شده که تاکسونومیست ها به میوه وزن زیادی برای تاکسونومی این تیره، برای تفکیک گونه ها، برای طایفه بندی یا قبیله بندی، برای خیلی از مطالعات دیگه از میوه و صفات اون بسیار استفاده کرد. تقریبا از حدود 40 سال پیش که مطالعات مولکولی شکل گرفت نشون داد که این میوه چه از لحاظ اندازه چه انداز شکل که مورد توجه قرار گرفته هوموپلازی بالایی رو نشون میده. این هوموپلازی در کارهای مولکولی این نتیجه رو نشون داد که اونهایی که میوه های متفاوتی رو دارن، مثلا در اسلاید با سمت راست تصویر بالا رو ببینید، دو تا گیاه با شکل میوه متفاوت کاملا کنار هم قرار گرفتن، ولی فلش های پایین رو ببینید جنس هایی که میوه تقریبا مشابهی داشتن ولی تو درخت های فیلوجنی کاملا دور از هم قرار گرفتن. همین سناریو برای طایفه بندی ها وجود داشت. دیدن که از طایفه هایی که به وسیله شولز و همکاران معرفی شده که و مبنای فلورا ایرانیکا هم هست، به جز طایفه یا قبیله براسیسه بقیه هیچ کدوم مونوفایلتیک یا تکنیا نیستن. اگه اجازه بدید یه تعداد مثال دیگه از این اتفاقاتی که در این تیره افتاده صحبت کنیم. به عنوان مثال در یه مطالعه که ما در سال 2010 بر روی جنس ایزاتیس انجام دادیم و خویشاوندانش بر اساس مارکر ITS نشون دادیم که جنس ایزاتیس یه جنس تکنیا نیست. همونطور که در سمت راست می‌بینید ایزاتیس در کل درخت فیلوجنی پخش شد و جنس‌های دیگه‌ای مثل بروا، پاکیپتریجوم و سامراریا در بین اونها قرار گرفت. عمدتاً این جنس‌ها یک یا دو گونه هستند که با صفات بسیار ریزی از هم جدا می‌شن. مثلا سامراریا از ایزاتیس فقط بر اساس داشتن منقار یه استایل ریز از اون جدا می‌شه. مطالعات مورفولوژی که انجام دادیم دیدیم در بین جمعیت‌ها ما گونه‌هایی از یا افرادی از سامراریا رو می‌بینیم که به تدریج دارن منقارشون رو از دست. پس شکل و اندازه دوباره توی این مقاله نشون داده شد که نمیتونه معیار مناسبی چه برای گروه بندی باشه چه برای تفکیک جنس‌های نزدیک به هم و پیشنهاد شد که جنس‌های سامراریا، بروا، پاکیپتریجوم و تویا در ایزاتیس ابقام بشن. یه مثال دیگه اگه بخوایم بزنیم جنس مالکولمیاس که همه میشناسید یا باهاش آشنا هست، فلور ایرانیکا هم در اون اومده چندین گونه از جنس مالکولمیا رو مطرح کرد. جنس مالکولمیا رو الشهباز 2006 اومد به 4 تا جنس شکست و بر اساس عدد پایه کروموزومی، ولی همه اونها رو توی یه قبیله یا یه طایفه به نام یوکلیدیه قرار داد. بعد از اون 2007 یه کار نصف و نیمه مورفولوژی مولکولی انجام شد، گفت نه اینا سر جاشون باشن این 4 تا جنس ولی برن تو قبیله های دیگه. الشهباز 2012 اومد باز نظرش رو عوض کرد، گفت نه همشون اون مالکولمیایی که 2007 معرفی کردن بیاییم ببریم تو طایفه آناستاتیک. سال 2014 ما یک کار مولکولی نه اندان قوی چون به همه چیز دسترسی نداشتیم انجام دادیم، دیدیم جنس مالکولمیا سنسو استریکتوی که الشهباز معرفی کرده بازم یه جنس مونوفایلتیک
نیست و مالکولمیه هایی که در غرب مدیترانه وجود دارن جدا میفتن از بقیه مالکولمیه ها که توی درخت فیلوژنی سمت راست شما میبینید. یه سری مالکولمیه ها در بالا قرار گرفتن که بعداً منتقل شدن به جنس مارکوس کوخیا، بهتاری دانشمند یا یک گیاهشناس آلمانی نامگذاری شد. و فقط یه تعداد خیلی کمی از مالکولمیه ها که در ایران ما اصلا نداره مالکولمیه ها رو بر اساس مطالعات. پس نتیجه گیری کلی که انجام دادیم گفتیم که جنس مالکولمیه هایی که در گذشته وجود داشته باید به 4 تا جنس شکسته بشه، یکی جنس مارسیا بشه، یکی جنس استریگوسلا بشه و در طایفه های مختلف قرار بگیره، جنس زواندا بشه و جنس مالکولمیه. از این 4 تا جنس ما مالکولمیه رو در ایران نداریم، اگرچه اخیراً یک گزارشی از احتمال یک گونه از مالکولمیه در شمال غرب ایران وجود، ولی جنس های زواندا، استریگوسلا و مارسیا رو داریم. عمده مالکولمیه های ایران منتقل شدن به جنس استریگوسلا. یا یک کار خیلی جالب دیگه‌ای که انجام شد بر روی جنس تالسپی بود. تالسپی خب در فلور ایرانیکا چندین حدود 12 گونه داره و تعداد گونه خیلی بیشتری در دنیا وجود داره. آقای میر 1973 اومد گفتش که این تالسپی اومد یه مطالعه بر اساس پوسته بذر انجام داد و عنوان کرد که تالسپی بر اساس پوسته بذر باید به 12 جنس بشه. مطالعات مولکولی که بعداً انجام شد این 12 تا جنس رو تایید نکردن، اما قبول کردن که تالسپی نمیتونه یه جنس مونوتیپیک، یه جنس ببخشید مونوفایلتیک باشه و اومدن 4 تا جنس رو معرفی کردن. یکی جنس مومنهوفیاست که خانم دکتر اسماعیل بیگی در مطالعه اخیرشون معرفی کردن که خوشبختانه در ایران وجود نداره. حالا چرا میگم چرا خوشبختانه؟ بعد جنس نوسیدیوم هستش که در ایران هست، نوکاها هست که عمده تالسپی های ایران منتقل شده به نوکاها، و جنس تالسپی سنسو استریکتو ما فقط یک گونه داریم، اونم تالسپی آربنسیس هست. عمده تالسپی های فلورا ایرانیکا منتقل شده به جنس نوکاها. خیلی جنس های دیگه هم منتقل شده به نوکاها. اگه این درختی که در سمت چپ وجود داره رو نگاه کنید، دو تا فلش گذاشتم، یکی جنس بروساردیاس که این یه جنس اندمی که ایران در گذشته بوده که بعدها این جنس بروساردیا در ترکیه و عراق هم معرفی شده. حالا بماند که این جنس اصلا دیگه اندمیک نیست ولی کلا منتقل شده به جنس نوکاها. در مطالعات جدید میبینم هنوز دارن بروساردیا رو به عنوان اندمیک ایران معرفی میکنن. یا کوتشیلا، این هم همینطور دیگه جنس اندمیک ایران نیست بلکه در نوکاها ادغام شده. جنس آنیا رو دکتر خسروی معرفی کردن که این هم دوباره منتقل شده به جنس نوکاها هستش. میکروتالسپی که آقای میر 1973 اومد شکل داد و اون موقع عمده تالسپی ها رو برد تو میکروتالسپی، اون خودش هم رفته در جنس نوکاها قرار. یه مطالعه که حالا گفتم خانم دکتر اسماعیل بیگی انجام دادن بر روی طایفه یا قبیله تالسپیدیه، این بودش که اومدن عمده تالسپی ها رو بررسی کردن، یه جنس جدید برای دنیا معرفی کردن به نام لیساکیا، که این جنس لیساکیا در حقیقت یه گونه اندمیک به نام پارلاتور یا روستراک بوده. این تنها جنس اندمیک از تیره براسیکاسه در ایران هست و ما هیچ جنس اندمیک دیگه از براسیکاسه در ایران نداره. نتیجه این مطالعات که حالا سعی کردم عمدتاً کارانی ها رو بذارم، خلاصش این هستش که مشکل عمده تیره براسیکاسه در کارهای قبلی این بوده که خیلی بیش از اندازه به میوه وزن‌دهی کردن. میوه‌ای که هم از لحاظ شکل هم از لحاظ اندازه تنوع نشون میده و طبیعتاً یک ابزار مناسبی از لحاظ مورفولوژی به چشم میاد، ولی هوموپلازی بالایی رو نشون میده. نتیجهش همین اسلایدهایی بود که شما دیدید، جنس‌های مختلفی که به خاطر شکل متفاوت ولی اومدن در کنار هم قرار گرفتن و برعکس اونایی که شکل اکسانی داشتن شکسته شدن و جدا از هم قرار گرفتن. مثل تالسپی خیلی هاشون میباشون شبیه به هم، اما اومدن به 4 تا جنس دیگه شکسته شدن. برعکس جنس ایزاتی سامراریا بروبا که میباشون کاملا متفاوت، اومدن با هم در کنار هم قرار گرفتن و یک جنس بزرگ کمی بزرگتر رو ایجاد کردن به نام ایزاتیس. در این حال که این میوه اینقدر تنوع نشون میده، سایر صفات تیره براسیکاسه اینقدر تنوعی نشون نمیدن که ما بتونیم به عنوان ابزار برای کار تاکسونومیمون استفاده کنیم. به عنوان مثال گل در تیره براسیکاسه یک گل تیپیک هستش، گل معمولا صلیبی شکل هست با پرهای تترا. نتیجه همه مطالعات این اسلایدی میشه که اینجا براتون قرار دادم. یه مقایسه‌ای هست بین جنس های اندمیک، میگم چون تو مطالعات زیادی میبینم، مطالعات اکولوژی، مطالعات تنوع زیستی که هنوز به کارهای قبلی ارجاع میدن، تغییراتی که این جنس های اندمیکی که وجود داره. بر اساس فلورا ایرانیکا ما 12 جنس اندمیک داریم، بر اساس فلورا ایران که 2017 چاپ شده بوده 7 جنس یا 6 جنس اندمیک داریم.
اینجا نشون دادیم که همه اون جنس های اندمیک به جز یکیشون که اونم توسط خانم دکتر اسماعیل بیگی معرفی شده، اینها در جنس های بزرگتر ادغام شده. ما یه جنس آکانتو کاردامون ایرانسوم داریم که اندمیک دنا هست، که خوشبختانه ما تونستیم از همدان همین رو پیدا کنیم. این منتقل شده به جنس اتیونوما و تحت عنوان اتیونوما ایرانسوم هست. خود گونه هنوز اندمیکه ولی دیگه جنس مستقلی نیست، در داخل اتیونما جای گرفته. بروساردیا، حالا اگه بروساردیا رو حتی نخواهیم نکوام قرار بگیریم، خواهش میکنم تو مطالعات میرو در نظر بگیرید در ترکیه و عراق این جنس وجود داره، اگرچه که الان کامل پذیرفتن در جنس نوکاها قرار. کلاستوپوس هم همینطور. کلاستوپوس قبلا ناره اندمیک ایران بوده ولی الان در عراق هم وجود داره، قسمت کردستان عراق گزارش. دلزیوکاریس یه جنس اندمیک ایران بوده، جدیدا یه گونه‌ای رو از ترکمنستان معرفی کردن تحت عنوان دلزیوکاریس باکاتا یا باکتریا، دقیق اسم گونهش خاطرم نیست، ولی دیگه این جنس هم اندمیک ایران نیست چون در منطقهش داره میرسه به، یعنی گسترش پیدا کرده به جنوب ترکمنستان. جنس اندمیک البرزیا رو داشتیم، مطالعات مولکولی اینو برده تو دیدوموفیزا و خب پراکنش دیدوموفیزا از ترکیه هست تا پاکستان. در مورد پارالاتوریا که صحبت کردم، این تنها جنس اندمیک ایران هستش که گونه اندمیک که پارالاتوریا روزاریکا، که اگه اسلاید قبلی رو من بیارم بهتون، دو تا اسلاید قبلی در این فلش بالا اگه نگاه کنید میبینید که کاملا یک چند تا اکسیژن از این رو برداشتن مطالعه کردن، دیدن که یک کلید مونوفایلیتی که مستقل رو ایجاد میکنه و به عنوان یک جنس جدید معرفی کرد. جنس فیزوپتخیس هم همینطور، این در ترکیه هم گزارش شده. سودو کاملینا، آره یه جنس اندمیک ایران بود ولی تا قبل از اینکه خانم دفس مای بیگی مطالعاتشون رو منتشر کنن، یک گونه از اون، عمده گونه هاش اندمیک ایران هست ولی یک گونه از اون هستش که در ایران، عراق و پاکستان هم وجود داره و به این ترتیب اندمیک بودن این جنس هم برای ایران دیگه وجود نداره. سودو فورچونیا که متاسفانه در فلور ایران هم با این نام منتشر شده، منتقل شده به جنس سیسمبریوم و این موردی هست که در فلور ایران ایراد بزرگی هستش، ولی جنس سیسمبریوم هم که میدونید هم در دنیای جدید و هم در دنیای قدیم وجود داره. جنس اشتروسلیا هم دوباره در فلور ایران با همین نام وجود گذاشته شده که این جنس منتقل شده به کلاستوپوس که قبلا عنوان کردیم کلاستوپوس در ترکیه و ایران وجود داره. زردانا هم همینطور در فلور ایران دوباره به عنوان یک جنس مستقل مطرح کردن ولی مطالعات مولکولی نشون داده که جنس زردانا باید منتقل بشه به جنس استیموم که گستره ای از ترکیه تا چین رو داره. و یه گونه ای رو داریم به نام میکرانتا مولتیکاولیس که این هم بر اساس مطالعات مولکولی نشون داده شده در وسط هسپریس ها قرار گرفته و تحت عنوان هسپریس مولتیکاولیس هست. گونه اندمیک هنوز ولی در جنس هسپریس قرار گرفته که خود این جنس اندمیک نیست. بخوام یه خلاصه ای از کل کارهایی که در مورد سیستماتیک این تیره وجود داره و امیدوارم بعد از این بیشتر بهش توجه بشه، فلورالینکا 319 گونه از این تیره رو برای ایران گزارش کرده که در 104 جنس جای می‌گرفتن، که از این 104 جنس 12 تاش اندمیک ایران. فلورا ایران 2017 اومد 361 جنس رو معرفی کرد که در 100 جنس جای می‌گرفتن و 5 تا از اونها اندمیک بودن. بر اساس حالا دیتابیسی که ما تهیه کردیم حدود 450 گونه، حالا منفی مثبت 29 تا گونه هستش که در 97 جنس جای میگیرن که از این 97 تا فقط یکیش اندمیک ایران هست و اون هم جنس لیساکیاس که خانم دکتر اسماعیل بیگی معرفی کردن. این که 29 تا رو منفی مثبت گذاشتیم گونه هایی هستش که اختلاف نظر وجود داره بین مؤلف های مختلف و یا مطالعات که خودمون حتی قبلا انجام دادیم در مورد ایزاتیس اریزیموم، اتیونما که در حال انجام هستش و جنس های دیگه. این 29 تا شاید کم بشه یا شاید به همینا اضافه بشه. این 29 تا در فلورا ایران در نظر نگیرید، این ما رو حذف کرد. من فقط هدفم از این سمینار این بود که این توجه بشه و امیدوارم کسانی که حضور دارن مطالعات اکولوژی میکنن، مطالعات تنوع زیستی میکنن، یه مقدار دیدشون باز بشه و این رو در نظر بگیرن که تعداد جنس، چون دیدم مقالات زیادی روی جنس های مختلف منوف میدن که اندمیک ایران هست ولی واقعیتش این که این جنس ها از لحاظ تاکسونومی خیلی تغییر کردن و ما فقط یه جنس اندمیک داریم و دیگه اون تعداد وجود نداره. بعضیشون که واقعا گسترشون تغییر کرده، حالا منابع ذکر نشده، ولی یه تعدادشون کلا از لحاظ تاکسونومی تغییر کردن و متعلق به یه جنس دیگه شدن. همه این مشکلات هم نتیجه هموپلازی بالایی هست که در جنس در میوه تیره شبو وجود داره.
خب من فقط خواستم یه مرور کلی کرده باشم، امیدوارم که مفید باشه. خیلی ممنون از توجهتون و خسته نباشید.